برای پختن کلچه های ساخت آرد جو، دو پیاله آرد برای هر سه پیاله آرد جو نیاز است. چقدر آرد برای یک بسته کلچه که در آن 9 پیاله آرد جو استفاده شده است نیاز است؟ بیایید که پس به سوال کمی فکر کنیم. در سوال 2 پیاله آرد ذکر شده است. پس 2 پیاله آرد برای هر 3 پیاله آرد جو. در سوال چنین آمده که چقدر آرد برای پختن یک بسته بزرگ کلچه که 9 پیاله آرد جو استفاده می کند نیاز می باشد. حالا ما در وضعیت قرار داریم که ما 9 پیاله آرد جو استفاده می کنیم. صبر کنید، به این صورت بنویسم. 9 پیاله آرد جو برای شما چند روش مختلف را که امکان حل آن باشد نشان خواهم داد و هر کدامشان که به درد خورد همان را انتخاب می کنیم. خب به حیرانم که از کدام روش شروع کنم. خب این را می دانیم که اگر ما 3 پیاله آرد جو داشته باشیم ما باید در مقابل 2 پیاله آرد جو استفاده کنیم، و اما چیزی که نمی دانیم این است که اگر ما 9 پیاله آرد جو داشته باشیم ما چند پیاله آرد باید استفاده کنیم. این همون چیزی است که در سوال از ما خواسته شده. ولی اگر ما از 3 پیاله آرد جو به 9 پیاله برویم چقدر آرد جو بیشتر استفاده می کنیم؟ خب ما 3 برابر آرد جو بیشتر استفاده می کنیم، درست؟ ما ضرب 3 می کنیم. 3 پیاله آرد جو و 9 پیاله آرد جو. ما 3 ضرب آرد جو را استفاده می کنیم. خب اگر بخوایم که این مقدار آرد جو را استفاده کنیم ما 3 ضرب آرد را باید استفاده کنیم. پس بعدن ما آرد را ضرب 3 خواهیم کرد. ما آرد را ضرب 3 را انجام خواهیم داد. از این رو ما 6 پیاله آرد خواهیم داشت. 6 پیاله آرد. به علامت سوالی توجه نمی کنیم. آن سوال را پاسخ می دهد. آن مقدار آردی است که ما برای یک بسته بزرگ کلچه نیاز داریم که البته 9 پیاله آرد جو نیز استفاده کرده است. چیزی دیگری که شما می توانید انجام دهید تنظیم یک تناسب می باشد. شما گفته می توانید که 2 پیاله آرد بر 3 پیاله آرد جو. مساوی به علامت سوالی است. و به جای نوشتن علامت سوالیه یک مجهول یا متغیر انجام میگذاریم. خب بیایید که یک علامت سوالیه در آنجا بگذاریم. فقط به این خاطر که بفهمید این مساوی به علامت سوالیه در داخل جبه میباشد. تعداد پیاله های آرد جو بر 9 پیاله آرد جو. من این روش اول را که انجام دادیم دوست دارم، به خاطر که خیلی ها هم قابل قبول است. اگر ما آرد جو را 3 چند سازیم پس ما باید آرد را نه 3 برابر سازیم تا مواد را به این مقدار ساخته باشیم. روش دیگر، یک بار که شما یک معادله همانند این را تنظیم کردید تا جای کار ما شکل الجبری را میگیرد. یک تعداد این را طرفین وسطین می نامند، ولی با آن همین کار تا جای الجبری می باشد. و برای تان نشان خواهم داد که چرا آنها مشابه می باشند. در طرفین و وسطین هر وقتی که شما تنظیم تناسبی همانند این را دارید خیلی ها به صورت متقاطع ضرب می کنند. پس زمانی که شما طرفین و وسطین را استفاده می کنید شما دو را ضرب 9 می کنید. که مساوی به علامت سوالیه ضرب 3 می شود. مساوی به هر چیزی در این علامت سوالیه می شود. تعداد پیاله های آرد ضرب 3، یا اینکه ما 18 را داریم که مساوی به هر چیزی که علامت سوالیه است ضرب 3. پس تعداد پیاله های آرد ما نیاز به ضرب 3 داریم که مساوی به 18 می شود. چی ضرب 3 گردد که مساوی به 18 شود؟ شاید آن را بتوانید که در ذهنتان نیز انجام دهید. آن 6 است. یا شما میتوانید که هر دو طرف را تقسیم 3 کنید و 6 حاصل خواهد شد. پس علامت سوالیه را در داخل جبه میگیریم که مساوی به 6 پیاله آرد می شود. عین جواب را گرفتیم. در مجموع
شاید نزد شما سوال خلق شده باشد که طرفین و وسطین قسمان منطقی نیست. چرا آن کارایی دارد؟ اگر من چیزی داشته باشم که مانند این تناسب ترتیب شده باشد، چرا باید این کارایی داشته باشد؟ اگر من مخرج را از اینجا بگیرم و این را در آنجا ضرب صورت کنم، کان ضرورت دارد که مساوی به صورت در اینجا ضرب مخرج آنجا شود. و آن بدون تردید که یک مسئله الجبری می باشد و برای انجام دادن آن من تنها این قسمت را همانند x می نویسم. فقط به خاطر کمی ساده ساختن این. پس ما داریم 2/3 مساوی است به جای آن علامت سوالیه من x بر 9 می نویسم. در الجبر یگانه چیزی که می توانید بگویید این است که این کمیت اینجا مساوی به کمیت اینجا می باشد. پس اگر شما چیزی به سمت چپ انجام دهید، اگر بخواید که مساوی به این باشد، اگر چیزی به طرف راست ضرورت است که مساوی باشد، شما باید عین کار را با این هم بکنید. حالا ما فقط این را می خواهیم که ساده بسازیم. ما در طرف راست یک x داریم. پس ما این را ضرب چی می توانیم کنیم؟ تا تنها x نزد ما باقی بماند. پس ما باید x را پیدا کنیم. اگر شما این را ضرب 9 کنید، 9 ها اختصار می شوند. پس بیایید که سمت راست را ضرب 9 کنیم، ولی البته اگر سمت راست را ضرب 9 کنیم ما با آن حال هم باید چپ را نیز ضرب 9 کنیم. در غیر این صورت آنها مساوی نخواهند بود. اگر آنها قبل از ضرب شدن به 9 مساوی بودند، برای اینکه تا حال مساوی باشند شما باید 9 را بر دو طرف ضرب کنید. در سمت راست 9 ها اختصار می شوند. پس تنها نزد شما یک x باقی مانده است. در سمت چپ شما 9 ضرب 2/3 را دارید، یا 9 بر 1 ضرب 2/3، یا این مساوی به 8/3 می باشد. و می دانیم که 8/3 مساوی به 6 می باشد. پس تمام این روش ها درست هستند. من می خواستم تا شما بفهمید چیزی که اینجا انجام می دم الجبر است. در واقع این دلیل کارایی داشتن طرفین و وسطین می باشد. ولی واقعا برای یک مسئله ساده همانند این شما همین طوری هم می توانید که پاسخ دهید. اگر شما تعداد پیاله های آرد جو را به ضریب 3 افزایش می دهید، پس باید تعداد پیاله های آرد را نیز به ضریب 3 بلند ببرید.